به حال به این فکر کردید که دلیل استفاده از هشتگ در دنیای مجازی چیست و از کجا منشأ گرفته؟ هشتگ برای اولین بار 11 سال قبل در آگوست سال 2007 توسط کریس مسینا، کارشناس فناوری اجتماعی در توییتر استفاده شد. مسینا به هدف تشریک موضوع و ترغیب تبادل نظر در جهان مجازی دست به این کار زد. توییتر در سال 2009 برای ایده هشتگ گزینه جستجو را ایجاد کرد. هنگامی که اینستاگرام در سال 2010 راه اندازی شد، کاربران شروع به برچسب زدن عکس‌ها با هشتگ‌هایی مانند هشتگ نو فیلتر و یا هشتگ یولو کردند. فیسبوک هم گزینه هشتگ را در سال 2013 فعال ساخت. هشتگ در مدت کوتاهی هم به یک گزینه جدی برای اعتراض‌های مدنی و هم به یک گزینه تفریحی برای جوانان مبدل شد. جنبش‌های فعالین مدنی با هشتگ‌هایی مانند هشتگ never again، هشتگ me too و هشتگ black lives matter حمایت گسترده‌ای را از سرتاسر جهان به خود کسب کرد. استفاده از هشتگ در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 با برچسب‌هایی مانند هشتگ I'm with her، هشتگ lock her up و هشتگ make America great again مروج بود. We will make America great again. جالبترین مجموعه از هشتگ ها، هشتگ هایی است که توسط جوانان روی هدف تفریح و سرگرمی در رسانه ها مروج می شود، که تازه ترین آن هشتگی به نام In My Feelings است که سرتاسر جهان جوانان را ترغیب به تهیه ویدیو و تشریک آن در رسانه های اجتماعی کرده است. این هشتگ از آهنگ آوازخوان هیپ هاپ دریک الهام گرفته است. برخی از این هشتگ ها برای حامیان آن خطرهایی را نیز به بار آورده است. هشتگ این مای فیلینگ باعث تصادف های ترافیکی زیاد و مجروح شدن برخی از افراد شد و حتی در برخی کشورها ممنوع قرار داده شده است. در تازه ترین مورد، یک زن به خاطر این هشتگ در عربستان سعودی دستگیر شده و احتمالاً زندانی می شود. این هشتگ باعث نوآوری در اجرای رقص به این آهنگ نیز شد. دو پسر جوان از هند در مزرعه خود و بعد یک افغان با پوشیدن برقه در اجرای این آهنگ بیننده های زیادی را در رسانه های اجتماعی داشتند و هنوز این هشتگ در میان جوان ها دست به دست می شود و ویدیوهای تازه آن در رسانه ها پست می گردد. سحر عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.